سلام مونیکا خانم، خیلی خوش اومدین. سلام. اویکو اینجاست؟ بله اینجاست، بفرمایین. سر کار نیومد، تلفنشم که جواب نداد نگران شدم. یکم چیزه. مریضه؟ عاشقه. کجاست؟ میشه ببینمش؟ صداش میزنم. میشه من بهش سر بزنم؟ بله میشه، لطفاً بفرمایید. اویکو. اویکو. دخترم پاشو، مونیکا خانم اومدن. اویکو، مونیکا خانم منتظرت، پاشو دخترم. باشه مامان، بذار ازلم خانمم بیا دوتاشونو با هم میبینم. اویکو. مونیکا خانم، خوش اومدین. هرچند خیلی غافلگیر شدم. من براتون یه قهوه درست کنم. خیلی ممنون میشم. اویکو، این چه حال و روزه؟ چه حالی؟ خب لباس خونگی با پتو اینا، البته شما خوشتون نمیاد. چی کار کنم؟ میخوای اینطوری ادامه بدی؟ آخه چیزه. باشه باشه وایسا، تو نمیخواد چیزی بگی، من حرف میزنم، بعد تو نظرتو میگی. باشه، اول یه نگاهی به اوضاعت کنیم. تو یک دختر خیلی با استعدادی. بله، من این استعداد رو میبینم و روش سرمایه گذاری میکنم. یکی از مسئولین یه دفتر خیلی بزرگ میشی، کار اولمونو خوب از آب در میاری، موفقیت به دست میاری. اشتباهاتی داری ولی من میگم داره عادت میکنه. تا اینجاش درست بود؟ درسته. ولی بعدش چی میشه؟ اویکو پیداش نیست، تلفونا رو جواب نمیده، موقعی که بهش نیازه بدون هیچ توضیحی غیبش میزنه. ببین اویکو، تو الان توی موقعیتی هستی که باید بدون وقفه و بدون فکر کردن به چیزی طراحی کنی و یاد بگیری. عزیز دلم، نباید اعتمادم از دست بدی. موقع طراحیت مشکلی نیست، ولی اینطوری مثل بچه ها قهر کردن و نبودنت مشکلی. فوراً فکر کن و یه تصمیم بگیر، طراحی میکنی یا طراحی نمی کنی، نظرت چیه؟ امروز اینجا این وضع رو حل میکنی. آخرین باریه که من اینجا میام، آخرین باره که سراغ تو میگیرم. خودت باید تصمیم بگیری. حالا یک حرفی بزن. باشه، باید یه چیزی بهتون بگم. بگو، میشنوم. مونیکا خانم، آخرین بار کی قلبتون اومده تو دهنتون؟ نفهمیدم. قلبتون رو میگم، آخرین بار کی اومده تو دهنتون؟ یعنی درسته وقتی دل تو دلتون نیست، تو یه لحظه دنیا رو سرتون آوار میشه و قلبتون تبدیل به قبرستون میشه. آخرین بار کی حس کردین زمینی که روشین از زیر پاتون کشیده شده؟ آخرین بار کی قفسه سینه‌تون سنگین شد و نتونستی نفس بکشین؟ تو کاری تو بکن، هر حسی داری داشته باش، به کسی مربوط نیست، ولی اینا به کارمون مربوط نمیشه اویکو.
نمیدونم یمونم نباشه، ولی برای من میشه. پس من بهتره استعفا بدم مونیکا خانم. اصلا بهتره که شما اخراجم کنی. بازم نفهمیدم. خودم میگم وقتی تو این وضعم، طرحی که سهله، یه خط صفم نمیتونم بکشم. کاملا فهمیدم. من نمیتونم. من با عشق میتونم طرحی کنم، جور دیگه نمیتونم. یعنی آیاز نباشی خبری از کارم نیست؟ میگم آیاز نباشه منم نیستم. آیاز نباشه زندگی نیست. فهمیدم. ولی یک چیزو یادت نره اویکو. درد عشق و غمش خیلی میتونه به کار بیاد. اولین و معروفترین کار جهانی من از یک شکست عشقی الهام گرفته. پونزده روز وقت داری. یک کلکسیون زمستانی طراحی میکنی. اگر بعد از 15 روز نیومدی دیگه بهت زنگ نمیزنم. توی این مدتم هر کاری میکنی بکن. میخواد دل تو دلت باشه. با آیاز آشتی کنی بهم ربطی نداره. 15 روز باشه؟